تظاهرات میلیونی مردم عراق در روز جمعه علیه حکومت مالکی و مداخلات دیکتاتوری آخوندی، تظاهرات در استانهای جنوبی و اعلام قیام علیه مالکی با شعارهای قاتل مردم نوری مالکی است و مالکی دروغگو اخراج. تظاهرات میلیونی روز جمعه با عنوان ما رهرو رزمندگان نبرد بدر هستیم در 6 استان به پا خواسته از جمله در بغداد، در مناطق اعظمیه، العامریه، الخضراء، المنصور، الیرموک، السیدیه و الدوره برگزار شد. در دیالی در شهرهای بعقوبه، مقدادیه و جلولا، در صلاح الدین، در سامرا، در نینوا، در موصل و کرکوک تظاهرات مردم برگزار شد. به رغم ماه رمضان و گرمای شدید هوا و ابعاد میلیونی در نماز جمعه و تظاهرات شرکت، سخنرانان بر استمرار تحصن ها تأکید کردند و علاوه بر آن نسبت به سر و کوچ اجباری اهالی دیالی، نسبت به تشکیل نیروی مسلح برای حفاظت از اهل سنت و مقابله با شبه نظامیان به دولت مالکی هشدار دادند. تلویزیون های الجزیره مباشر، التغییر، بغداد، الرافدین، الفلوجه، السامراء و المدار مستقیما نماز وحدت و تظاهرات جمعه را پخش کردند. الشیخ مهدی زیاد السامرائی رئیس اشیاد مؤكدا ان اهل السنه والجماعه سيسحقونهم باقدامهم. خطيب سامرا شيخ مهدي زياد است خطاب به شبه نظامیان گفت مردم شما را زوهای خود له خواهند کرد، همان طور که مشرکین در نبرد بدر له شدند. كما سحقوا المشركين يوم بدر على حد وصفه. خطيب رمادی گفت در حکومت مالکی که برای مردم اهمیتی قائل نیست، میلیاردها دلار پول مردم عراق و بیشتر از آن به جیب رژیم ایران می رود، در حالی که گرسنگی مردم عراق را می کشد. خطیب رمادی افسود هر روز در تلویزیون ها تصاویری از مردم فقیر عراق می بینیم که قلب آنان قبل از چشمانشان خون گریه می کند. خطیب رمادی در ادامه سخنانش اعلام کرد مجمع فقهی فتوا داده است که اموال زکات به خانواده های دیالی که کوچ داده شده اند پرداخت شود. فإن الفتوى للمجمع الفقهي حفظ
رحمهم الله تعالى أفتوا بأن تدفع أموال الزكاة لجميع أهل ديالى للعوائل المهجرة من أهل ديالى. عبدالرزاق الشمري در نماز جمعه رمادی دعاوی وزیر حقوق بشر مالکی که سلاح نظامیان مالکی در میدان هویجه پیدا شده را رد کرد و گفت این ادعاها جنایتهای شما را توجیه نمی کند و مردم شما را مورد حسابرسی قرار خواهند داد. جامعه بین المللی شما را به خاطر ای که در هویجه مرتکب شده اید مورد حسابرسی قرار خواهد داد. به گزارش تلویزیون التغییر دکتر ناجح المیزان سخنگوی تحسن را گفت امروز همه سخنرانان در تظاهرات تاکید کردند که دولت شبه نظامیان شده است. از این رو بر همه استانهای ششگانه است که دست به تشکیل نیروهایی برای حفاظت از این مناطق بزنند. ناجح المیزان درباره حملات شبه نظامیان به زندان ها گفت مثل ما قال رئیس الوزراء يقول احنا ما لنا علاقه بالميليشيات شلون استعرضت عصابه للحق. این طرح با حمایت رژیم ایران صورت گرفته است و ما اعلام می کنیم که دولت مالکی چیزی نیست جز یکی آنهای وابسته به رژیمی که ولایت فقیه در آن حکم می راند و ولایت فقیه همان طرفی است که از اصائب الحق و شبه نظامیان حمایت می کند و این اوست که سرنخ همه شبه نظامیان را در دست دارد. ناجح المیزان در استگی با تظاهرات استانهای شیعه نشین جنوب عراق علیه مالکی اظهار داشت بر اهل سنت در جنوب است که در دران خودشان بیستند. از برادران جنوب که به مالکی و لیست او به دلیل مواضع مالکی علیه اهل سنت رأی تشکر می کنیم. حقوق برادران ما در جنوب عین حقوق ماست. خواسته های ما در آزادی زندانیان بیگناه و تأمین خدمات و مبارزه با فساد و غیره نیز عیناً در خدمت همه از شمال تا جنوب است. به گزارش تلویزیون رافدین در تظاهرات شبانه بسته مردم علیه نوری مالکی شعار می دادند و اعلام کردند که مردم بسته اعلان انقلاب کردند. به گزارش تلویزیون رافدین تظاهرات مردم استان زیغار علیه مالکی به دلیل ناامنی و نبود خدمات به ویژه برق از شدت و جدیت جدیدی برخوردار شده است. رافدین گفت تظاهر کنندگان جنبش تمرد برای سرنگونی نظام را اعلام کردند و سه چهارشنبه شب تظاهرات گسترده‌ای را با شعار نه به استبداد و نه ریزی برگزار کردند. مشهد التظاهرات في الناصرية بات يتكرر كل مساء. تلویزیون الحره نیز در همین رابطه گزارش داد موه اهالی زیغار برای تغییر نامی است که ترتیب دهندگان تظاهرات مردم در بسته بر خود نهادند. تعداد شرکت کننده در این تظاهرات هر شب رو به افزایش است و سقف خواستهایشان اوج میگیرد. تغییر جميع مدراء الدوائر الخدمية والأمنية الذين فشلوا في أداء مهامهم على حد قولهم. حمله و هجوم شبه نظامیان به مساجد اهل سنت در عراق همزمان با تظاهرات روز جمعه و فتوای دفاع از خود از سوی مجمع فقهی علمای عراق. کمیته‌های مردمی در میادین تحسن حمله به مساجد اهل در بغداد از جمله فرج الصالح در کراده و فردوس در حی اوور و مسجد آتیک الکیلانی در جادریه را محکوم کردند. شبه نظامیان این مساجد را به تصرف خود درآورده و کارکنان در آنها را مجبور به ترک از آن مساجد نمودند.
همچنین تلویزیون بغداد به نقل از شاهدانی گزارش داد شبه نظامیان مسلح در روستای بارون جمع کردند و اهالی این منطقه نگران هستند که دست به تهاجم مسلحانه گسترده بزنند. از سوی دیگر به گزارش تلویزیون بغداد، مجمع فقهی علمای عراق مسئولیت کامل حوادث خونین و جنایتکارانه در عراق به ویژه در دیالی و بغداد را کاملا بر عهده دولت و دستگاه‌های امنیتی دانست. مجمع فقهی حمایت از تشکیل نیروی مردمی رسمی برای حمایت از اهالی و مساجد در صورت ناتوانی دولت مالکی از انجام وظیفه اش فتوا داد. مجمع فقهی از پارلمان عراق خواست تا به دولت مالکی مهلت زمانی مشخصی برای انجام وظایف خود طبق قانون اساسی در حفاظت از مردم و عبادتگاه ها بدهد و در صورت انجام نشدن این اختیار را به مردم بدهد که از خودشان، ناموسشان و اموالشان حفاظت کنند.